درود و احترام بر شنوندگان و بینندگان عزیز، امیدوارم خوب باشید. امروز در رابطه با محمود شهریاری صحبت میکنیم، کسی که این روزها مشاهده میشه در پاساژها و جاهای شلوغ آواز میخونه، میرقصه تا بتونه خرج روزانش رو در بیاره و زندگیش رو بگذرونه. اما این محمود شهریاری که قبلا مجری سازمان صدا و سیما بود، عمر و زندگیش رو گذاشت در اون سازمان. دورانی که هیچ کس کار نمی کرد وی آمد و شروع کرد به مجریگری در رادیو. محمود شهریاری بارها در بیانیه‌های مختلفی در صفحه شخصی خودش در اینستاگرام از حاکمیت ایران و نظام جمهوری اسلامی صراحتاً انتقاد کرد و سیاست‌های اون سازمان رو زیر سوال برد و در اسفند سال 97 در گفتگو با محمد رضا حسینیان اظهار داشت که برنامه‌ای به نام ماه و عسل که احسان علی خانی از احساسات مخاطبین خود سوء استفاده می‌کرد، او اظهار نظر کرد که علی فروغی مدیر شبکه سیسیما بر اساس روابط و آشنایی نزدیک با غلام علی حداد عادل به پست و منصب رسیده. او همچنین بارها در فضای مجازی بیان کرد که تلویزیون جمهوری اسلامی در حال فاصله گرفتن از مردم هست و تبدیل به یک رسانه یک طرفه شده و فضای مجازی برای هر کس حکم یک تلویزیون رو پیدا کرده و صدا و سیما مانند گذشته دیگر مخاطبی ندارد و مخاطبانش رو از دست داده. همچنین او در سال 98، آذر 98 و پس از اعتراضات آبان 98 اعلام کرد که طبق نظر کارشناسان اقتصادی سال 99 از نظر سیاسی و اقتصادی و تأمین مایحتاج زندگی سال جهنمی برای مردم خواهد بود و همانطور که درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی که برای نیمه دوم سال 98 پیش بینی شده بود، چون دولت ایران پس از خروج امریکا از برجام تحریم شده و نمیتواند نفت بفروشد و تنها منبع درآمدش که فروش نفت بود، دیگر راهی ندارد. برای کسب درآمد دولت هیچ رای جز باجگیری ندارد. با اینکه از اشخاصی که مالیات ندادند مالیات باید بگیرد یا بودجه اشخاص دولتی رو کم کنه، یا اینکه از جیب مردم برداشت کنه که دولت از جیب مردم برداشت کرد، از جیب مردم شروع کرد غارت کردن. نمونه بارز اون رو میتونیم در گران شدن بنزین مشاهده کرد. او در اسفند سال 98 به دلیل عدم اطلاع از شیوع ویروس کرونا در ایران از وزارت بهداشت هم انتقاد کرد و از ابراهیم رئیسی که رئیس قوه قضایی بود اون موقع خواست تا افرادی که به هر دلیلی از اطلاع رسانی خودداری کرده و باعث به خطر افتادن جان مردم و سلامت جامعه شده، اون رو باید به پای میز محاکمه بکشونه و خواستار محاکمه اونها شد. اما هیچ کس توجهی به حرفای محمود شهریاری نکرد و واکنش نشان نداد. او از مردم خواست تا به دلیل برقراری حکومت نظامی در دوران همه‌گیری کرونا برای خریدهای ضروری خودشون حتی نان به خیابان‌ها بیایند و اتفاقی که هیچگاه در طول دوران کرونا در ایران انجام نشد. او همچنین اظهار داشت که حکومت ایران به دلیل شرایط سیاسی کشور، برگزاری انتخابات مجلس و راهپیمایی 22 بهمن حاضر به اعلام بودن کرونا نکرد و با نبستن فرودگاه‌ها از طریق خطوط هوایی چین و ورود مسافران چینی به قم باعث انتشار ویروس کرونا بوده و این ویروس طبق برخی منابع از دهم بهمن سال 98 وارد ایران شده و از انتشار اخبار و اطلاعات خودداری کرده رژیم جمهوری اسلامی، در صورتی که به محض ورود این بیماری باید سراسر کشور تعطیل و به حالت قرنطینه در می آمد.
به هر حال صحبت‌هایی که این چنین کرد ممنوع کار شد، زندان رفت، بسیار گرفتاری براش درست شد و دیگر در رادیو و تلویزیون که سالها کار کرده بود، عمر و جوانی خودش رو گذاشته بود و در اونجا برنامه اجرا کرده بود، حتی در دوران جنگ گزارش‌هایی از جبهه هم تهیه کرد و در برنامه سلام صبح بخیر که اون موقع‌ها مجریش بود اجرا کرد و با جون خودش بازی کرد، به جبهه‌ها رفت. اما این رژیم تبهکار به هیچ کس رحم نمی کنه، حتی کسانی که به جبهه رفتن معلول شدن، الان وضع مالی خوبی ندارن و خود شهریاری هم در ویدیوهایی که منتشر شده در خیابانها در کوچه ها می رقصه، آواز می خونه تا بتونه زندگیش رو از این راه تأمین کنه. به گوشه ای از کار محمود شهریاری برای کار کردن ببینید چه کار می کنه. محمود شهریاری که خودش متاسفانه رکورددار ممنوع تصویری در رادیو تلویزیون بوده و جزو اولین قربانی های انتشار تصاویر و فیلم های خصوصیش در ایران هست و رقصیدن در مراسم عروسی برادرش بعد فیلمش در اومد و حسابی به ضررش رو در صدا و سیما و اونو اذیت کردن و مدت ها به خاطر همونم ممنوع تصویر شد و الان این مردی که جوونیشو در صدا و سیما بوده حالا باید به خاطر درآمدی که کسب کنه امرار معاش بیاد و آواز بخونه و به این شکل که باعث تأسف است که سازمان صدا و سیما کارمنداش و نیروهاشو اینچنین از دست داده و اونها رو مجبور کرده تا از این طریق خرج زندگیشون رو در بیارن. ولی آدم های چاپلوس
و کسانی که در رادیو تلویزیون الان کار میکنن، فیلم کار میکنن، مجری هستن، فقط باید نوکر خامنه ای باشند و تحت امر خامنه ای اگر باشند همه چی براشون مهیاست. اما این آدم انتقاد کرد و صحبتشو کرد، حرفشو زد، از مردم دفاع کرد و این چنین با شرافت داره زندگی میکنه و این کارهایی که انجام میده هیچ آری نیست، هیچ کسر شأنی نیست، شرافتمندانه داره زندگی میکنه، اما زیر بار زور و بر علیه مردمش حرف نمیزنه و رها کرد صدا و سیما رو. امیدوارم محمود شهریاری موفق و پیروز باشه. تا برنامه دیگر، بدرود.